از حمید نیکو، پژوهشگر و تحلیلگر روابط بین الملل از کلن، پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. آقای نیکو سلام و عرض ادب. آقای نیکو، به نظر شما راهکار غلبه بر ناامیدی به منظور افشای جنایت چین در قبال اویغورها و آشکار شدن حقایق چیه و چین چگونه توانست دنیا را در برابر جنایات خود قانع کنه؟ بفرمایید. درود بر شما. عرض شود که مسئله اویغورهای چین یک مسئله قومی مذهبی هستش که به هر حال سالهاست که رویکردهای تجزیه طلبی هم در بین اویغورها هستش و سالها به هر حال ترکیه به عنوان کشوری که به لحاظ قومی مذهبی نزدیکی هایی داره با اویغورها تلاش هایی رو در برابر این مسئله تبعیض قومی مذهبی انجام داده، اما همونطور که میدونید به هر حال ترکیه به دلیل روابط گسترده اقتصادی با چین نتونسته اون فشار لازم رو بیاره در مسئله حقوق بشر در مورد اویغورها، و به دلیل رابطه اقتصادی که چین به هر حال با کشورهای مسلمان داره، کشورهای مسلمان هم تاکنون نتونستن که به صورت عملگرایانه بتونن فشار رو بر دولت چین وارد بیارن تا بتونن نتایج به هر حال مثبتی رو رقم بزنن. اما یه نکته خیلی مهمتر هم هستش که مسئله تروریسم هست. به نوعی در بخشی از اویغورها مسئله افرادگرایی اسلامی و مسئله تروریسم هم مطرحه که به نوعی دستاویزی شده برای چینی ها و به هر حال کسانی که مخالف رویکردهای جدایی طلبی اویغورها هستند دستاویز شده برای اونا. نکته بعدی اینه که امریکایی‌ها هم سعی می‌کنن که از این مسئله اویغورها در تنش و رقابت خودشون با چین بهره برداری کنن و به نوعی مسئله صرفاً مسئله اخلاقی نیست در روابط آمریکا و چین در این مورد، و امریکایی‌ها هم سعی می‌کنن که به نوعی بهره برداری بکنن مطابق منافع خودشون. ولی در مجموع گزارش های سازمان ملل رو هم که اگر منصفانه بخونیم متوجه میشیم که در واقع نقض حقوق بشر به طور گسترده در میان مسلمانان اویغور از طرف دولت چین صورت گرفته و جانب حق و انصافه که کشورهای جهان به خصوص کشورهای اسلامی یک رویکرد در واقع مهار داشته باشن در این مسئله و بتونن که به نوعی شرایط اویغورها رو متعادل بکنن. ممنون از وقتتون. تشکر میکنم از همراهیتون. با تشکر از حمید نیکو، پژوهشگر و تحلیلگر روابط بین الملل از کلک، پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفت.